در یکی از برنامه های چند برنامه گذشته من یه پیشنهادی کردم خدمتون که سعی کنین غذاهایی که میخورین حالا به خصوص سبزیجات و یا میوهجات و قلات و حبوبات و غیره سعی کنین که یکی از راههایی که خیلی راحته که بتونید مطمئن باشین همه چی به بدنتون میرسه رنگ های مختلف رو انتخاب کنین مثلا رنگ سبز خب خیلی راحت پیدا میشه در طبیعت به خاطر اینکه اکثر سبزیجات سبز رنگ اصلا برای بهشون میگن سبزیجات تمام این برگ ها و خیلی از سبزیجات و خانواده ویجتبل سبز هستن که به راحتی میتونید اونو تامینش کنید رنگ نارنجی هم خب در خیلی چیزها هستش در هویج هست در پرتغال هست در اون سیب زمینی شیرین هست که بهش میگن یم و خیلی میتونه اینها به شما بتا کراتن و غیره بده اینها راجع صحبت کردیم فقط من یه مرور میکنم دلیلی که امروز راجع رنگ ها میخوام صحبت کنم به خاطر اینکه چند نفر از شما عزیزان سوال کرده بودین که رنگ سیاه پس چی که چون من راجع همه رنگا صحبت کردم سیاه ها نگفته بودم جو اندخته بودم حالا همه رو مرور میکنم به سیاه هم خواهم رسید رنگ سفید هم خب تروب هستش یک گیاهی هست به نام دایکان و یا شلغم و بعضی از چیزها مثل فنل اینها سفید رنگ هستن و خیلی میتونه کمک بکنه برای انتای اکسیدنت ها ضد سرطان و غیره رنگ زرد هم که خب فراوون دیده میشه مثل کدو و چیزهای مختلف که حال در طبیعت وجود داره میوه ها و غیره زرد زیاده موز و غیره رنگ آبی بلوبری که یکی از اسمش هم هست دیگه بلوبری رنگ بنفش هم زیاد انگور و یا انجیر و یا بادمجان و غیره رنگ سیاه و من خدمتون بگم که شاید غذاهایی که رنگ سیاه دارن خیلی میتونن مفید باشن برای شما البته غذاهایی که در طبیعت درست شدن نه اینکه نونو بگیرین اینقدر برشتش بکنیم که سیاه بشه یعنی خب پس این خاصیت سیاه داره بود غذاهایی که به صورت طبیعی در طبیعت هستن و رنگ سیاه دارن مثل مثلا شاتوت شاتوت یا اون بلک بری بهش میگن شاید فرق داره اسمش یا مثلا انگور سیاه بسیار میتونه مفید باشه برنج سیاه یکی از قوی ترین غذاهایی هستش که سالم ترین غذاهایی هستش که رنگ سیاه داره و یا لوبیای سیاه لوبیای سیاه هم باز همون موادی که به هر حال لازمه برای بالا بردن سیستم دفاعی یه مقدار مواد مدنی و یه مقدار مبارزه با به هر حال این پتوجن هایی که در دورور ما وجود داره میتونه مفید باشه به هر حال اینا چیزهایی هستن که سعی کنین تا اونجایی که میتونید هر دفعه میخواین غذا بخورین مطمئن باشین که حالا در یک روز هم نشد در هفته یا در هر دو سه روز مطمئن باشین که همه رنگ غذا رو خوردین رنگ هایی که در طبیعت آفریده شده نه اینکه به این غذاهایی که رنگ زدن آب نبود چوبیایی که مثلا همه رنگی درش وجود داره از سر کنیم یه دونه بخوریم بگین آره این رنگو خوردیم به هر حال امیدوارم که توجه کنیم به این موضوع بخاطر اینکه برای سلامتیتون خیلی میتونه مفید باشه